ছবিটা এক به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف هفتم و مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک در خدمت شما عزیزان هستم خب شاگردای عزیز و نازنین در جلسه قبل ما چی مطالبی را یاد گرفتیم یک مروری داشته باشیم بر مطالب جلسه قبل ما آمدیم دقت اندازه گیری را تعریف کردیم خب دقت اندازگیری تعریفش چی بود؟ کی میتانه برای ما دقت اندازگیری را تعریف کنه؟ آفرین بر شما معلومه که درس خوب یاد گرفتید گفتیم کمترین مقداری که یک وسیله اندازگیری میتونه اندازگیری کنه به اون میگیم دقت اندازگیری مثال زدیم دیگه مثلا یک ترازو اگر کمترین مقداری که میتونه اندازه گیری کنه یک کیلوگرم باشه دقتش برابر با یک کیلوگرمه یعنی شما اگر یک جسم روی از این ترازو قرار بدید که مثلا 20 گرم باشه یا 30 گرم باشه این ترازو نمیتونه او را به درستی نشان بده چرا چون دقتش یک کیلوگرمه خب بریم یک مثال با هم دیگه ببینیم تا مرور شود بر درس جلسه قبل مثال چی گفته؟ گفته با یک خطکش با درجه بندی میلیمیتری طولی را اندازه گرفتیم حالا طول هرچی بوده کدام یک نتیجه اندازه گیری بر اساس سانتیمیتر میتونه باشه گزینه A 7 اشاره 292 B 7 29 و C هم 7.3 اشاره خب شاگرده عزیز کدام یک گزینه صحیح میتونه باشه خب شما اگر نگاه کنید گفته که خطکش ما درجه بندیش میلیمتریه دیگه یعنی از میلیمتر کمتر دیگه اندازه گیری نمیتونه دقتش یک میلیمتره پس همون که شما حد زدید گزینه سی میتونه پاسخ صحیح سوال ما باشه در واقع این طولی که ما اندازه گرفتیم شاگردای عزیز چقدر بوده 73 میلی متر بوده دیگه ولی سوال آخرش گفته بر اساس سانتی بیان کنید که ما تبدیل کردیم به شده متر شده سه دیگه شد مروری بر جلسه قبل یک سوال دیگه هم با هم ببینیم گفته کدام یک از واحد های زیر جز واحد های اساسی در اس نست در سوالات حواستان باشه این کلمه که آخر می نست نیست یا است اینا حواستان باشه دیگه گفته کدام یک جز واحد های اساسی در اس آی, نست. در ای نست دیگه, دیگه. گزینه ای متر بی ثانیه سی گرام خب شاگردای عزیز در جلسه قبل اگر یادتان باشه ما آمدیم واحد های اساسی کمیت ها را تعریف کردیم دیگه گفتیم کمیت ها دو دستن اساسی فرعی صحیح شد گفتیم اساسی یا هفت دیگه. تا دیگه و سه تا شعر شما در این سنف باید یاد بگیرین چیا بودن با هم بگیم طول وایدش چی بود متر پس گزینه ای صحیح دیگه بعدش وقت یا زمان بود وایدش چی بود ثانیه گزینه بی هم صحیحه بعد کمیت بعدی ما چی بود کتله بود دیگه وایدش چی بود کیلوگرم بود دیگه پس گزینه سی به ما گفته گرم پس این نمیتونه پاسخ صحیح برای این سوال باشه پس گزینه سی میشه جواب این سوال ما خب شاگردای عزیز فصل اول ما خلاص شد ما در رابطه با اندازگیری و کمیت ها در فصل اول صحبت کردیم اگر سوالی دارید شما در این فصل به شماره دوسف 964, 780 255 چیل سیزده برای ما روان کنید تا ما به سوالات شما پاسخگو باشیم فصل دوم با موضوع قوه بیان شده در جلسه سوم قرار دادیم میخوایم که دو تا سوال پاسخ بدیم اولی سوال یاد بگیریم که قوه چیه؟ تعریف قوه را از لحاظ فیزیکی یاد بگیریم سوال دوم میخوایم بگیم که اثرهای قوه روی اجسام چی میتونه باشه این سوال در آخر این جلسه باید بتونیم که پاسخگو باشیم خب میریم سراغ قوه شاگردای عزیز شما از وقتی که خرد بودید طفل بودید و بزرگتر شدید همیشه دوست داشتید که زور و بازوی خودتان به با بقیه نشان بدین دیگه سعی زور خودتون نشان بدین حالا قوه رو ما چی میتونیم تعریف کنیم در فیزیک تعریفش فرق میکنه میگه هر تأثیری که باعث تغییر در جسم شوه و این میگیم قوه حالا این تأثیر یا این تغییر میتونه در چی باشه؟ در حرکت جسم باشه در جهت جسم باشه یا در ساختار هندسی شکل باشه در واقع میتونیم یک تعریف کلی بگیم بگیم که قوه تأثیر دو جسم بر یک دیگر. پس همینجا یک نکته یادت باشه وقتی که از قوه صحبت میکنیم حداقل دو جسم باید داشته باشیم پس قوه چی تعریف کردیم تاثیر دو جسم بر یکدیگر. این تعریف قوه از لحاظ فیزیک اما میخوایم بریم بدانیم که قوه چه تاثیراتی را روی جسم میتونه داشته باشه چند تا تاثیر داره اینها رو دانه دانه بررسی میکنیم مثال میزنیم تاثیر اول قوه میتونه یک جسم ساکنه به حرکت در بیاره مثال هاش رو شما میبینین مثلا وقتی که موتر خاموش میشه روی سرک ما این موتر رو چیکار مونیم تله میکنیم دیگه وقتی که موتر تله میکنیم این موتر ممکنه که روشن شود در واقع وقتی که تله میکنیم چی میشه یک قوه به این موتر وارد میشه یا یک جسم داریم این جسم رو میخوایم جابجا کنیم تغییر مکان بدیم چیکار کنیم؟ یک ریسمان یک تنابی دور از این جسم ما میبندیم و جسم کش میکنیم در واقع ما میتونیم با تلا کردن یا با کش کردن چیکار کنیم جسم به حرکت در بیاریم در این حالت میگیم که به جسم ما قوه وارد شده خب شما چه مثال های دیگه در این زمینه میتونید بزنید که قوه میتونه یک جسم ساکنه به حرکت در بیاره این اولین تاثیر بود اما تاثیر دوم با هم بررسی میکنیم قوه میتونه یک جسم متحرک ساکن کنه یعنی خلاف حالت قبلی مثال بزنیم وقتی که شما سوار مترس هستین سوار یا با بایسیکل خودتان طرف مکتب میرید یک مانر جلوتان میبینید بریک میکنید وقتی که بریک انجام میدین چیکار میشه بایسیکل شما متوقف میشه صحیح شد در این حالت میگیم که یک جسم متحرک با وارد کردن قوه ما ساکن کردیم خب چه مثال های دیگه شما میتونید در این زمینه بزنید مثلا در بازی فوتبال که تصویرش هم ما برای شما آوردیم تاثیر بعدی شاگرد عزیز قوه میتونه سرعت یک جسم تغییر بده حالا یا سرعت زیاد میکنه یا سرعت کم میکنه مثلا روی گازک نشستید شما در حال بازی کردن هستید حالا برادرتان خواهرتان یا اندیوال شما شما را تله میکنه وقتی که تله میکنه چی میشه سرعت گازک زیاد میشه دیگه در این حالت میگیم یک قوه به شما و به این گازک وارد شده صحیح شد یا همون مثال قبلی وقتی که با بایسیکل در حال حرکت هستید شما وقتی یک مانع از دور میبینید شما آرام آرام بریک میکنید وقتی که بریک میکنید سرعت شما کاهش پیدا میکنه کم میشه در این حالت هم ما میگیم که یک قوه به جسم وارد شده دیگه سیسته؟ یا یک مثال دیگه بزنیم وقتی که شما یک توپ فوتبال روی زمین شوت میکنید این توپ وقتی که حرکت میکنه حرکت میکنه به مرور سرعتش کم شده کم شده تا استاد میشه که قوه استکاک دیگه در سنفای بعدی بازی آشنا بشیم خب شاگردای عزیز شما چی مثال های دیگه میتونید در این زمینه بزنید که قوه میتونه سرعت یک جسم تغییر بده حالا یا زیاد مونه یا سرعت کم میکنه دیگه خب تاثیر بعدی رو با هم ببینیم قوه میتونه مسیر حرکت یک جسم تغییر بده در بازی فوتبال شما میبینید که وقتی فوتبال بازی میکنید یا فوتبال نگاه میکنید میبینید که شما میتونید توپ از این سمت زمین به آن سمت زمین بفرستید دیگه یعنی یک تغییر جهتی انجام بدید این کار چگونه انجام بدید با وارد کردن قوه دیگه یا در بازی والیبال هم همچنینه هم. خب چه مثال های دیگری در این رابطه میتونه وجود داشته باشه که قوه میتونه مسیر حرکتی یک جسم برای ما تغییر بده تأثیر بعدی رو ببینیم قوه میتونه شکل یک جسمه تغییر بده خب مثال واضحش بارها شما در خانه دیدید وقتی که مادرتان نان پختن میکنه این آرد تبدیل به خمیر میکنه این خمیر تغییر شکل میده تا به شکل نان در بیا دیگه سعیسته؟ خب شما چه مثال های دیگه میتونید از این حالت بزنید که قوه میتونه شکل یک جسمه تغییر بده این اثرات قوه بر جسم بود دیگه اینها رو با همدیگه مرور کردیم و مثال هم زدیم شاگردای عزیز خب شاگردای عزیز قوه و دو دسته میتونیم تقسیم کنیم قوه ها یا قوه های تماسی هستند یا قوه ها قوه های غیر تماسی هستن دیگه است؟ پس ما از یک نگاه قوه را تقسیم کردیم به دو دسته قوه های تماسی و قوه های غیر تماسی حالا اینا رو با هم بررسی کنیم که اینها چی هستن خب قوه های تماسی شامل چه های؟ در واقع قوه تماسی زمانی ایجاد میشه که دو جسم برخورد فیزیکی با هم داشته باشن یعنی حتما تماس فیزیکی با همدیگه برقرار کنن وقتی که شما یک جسمه تلا میکنید شاگردای عزیز در واقع شما بین شما و جسم یک ارتباط یک تماس فیزیکی برقرار میشه میمی قوه که وارد کردیم قوه چیه تماسیه یا وقتی که شما یک کتاب یک جسم روی یک میز قرار میدید از طرف میز قوی نارمال سطح وارد میشه که در انفای بعدی بازی قوه آشنا میشیم خیلی هم کاربردیه وقتی که قوه استکاک در های بعد بررسی میکنیم این باید یاد داشته باشیم در این حالت هم یعنی قوه نارمل صد هم شما میبینین که بین کتاب و میز شما یک ارتباط فیزیکی برقراره یا وقتی که یک وزنه را یک جسم به فنر بسته میکنیم قوه فنر رو میخوایم یاد بگیریم اندازه گیری کنیم شما میبینین که بین اینها یک تماس فیزیکی برقراره اما قوه هستند که نیازی به تماس فیزیکی ندارند مثلا قوه الکتروستاتیک مثلا قوه مغناطیسی یا قوه جاذبه زمین دیگه وقتی که میخوایم قوه جاذبه رو بررسی کنیم لازم نیه که حتما دو جسم با هم تماس داشته باشن یا قوه مغناطیسی هم دو جسم لازم نیه که با همدیگه تماس فیزیکی داشته باشن پس قوه ها رو به دو دسته تقسیم کردیم قوه های تماسی و قوه های غیر تماسی شاگردای عزیز یک سوال از شما پرسان کنوم. به نظر شما قوه یک کمیت فرعیه یا یک کمیت اساسی شاگردهایی که درس های جلسه قبل ما رو نگاه کردن و یاد گرفتن سریعا جواب میدن احسن بر شما آفرین قوه یک کمیت فرعیه دیگه چرا قوه یک کمیت فرعی شاگردای عزیز ما گفتیم کمیت ها دو دستن اساسی فرعی اساسی ها رو گفتیم چند تا بود؟ هفت تا بود دیگه واحد هایش هم با هم دیگه بررسی کردیم اما قوه جز هیچ کدام از اون هفت تا نیست دیگه پس قوه یک کمیت فرعیه واحد قوه در سیستم اس آی شاگردای عزیز نیوتن که به افتخار دانشمند بزرگ اسحاق به نیوتن نامگذاری شده و با ان انگلیسی نمایش داده میشه این یادتان باشه یک واحد دیگه هم داره به نام داین که کوچکتر از نیوتن هستند که در سنف بعد ما یاد میگیریم که داین چه قسمی به نیوتن تبدیل کنیم در واقع ما به شما گفتیم که وقتی برای یک کمیت ما دو تا واحد تعریف میکنیم باید یاد داشته باشیم که دو تا رو حتما به هم دیگه تبدیل کنیم دیگه حالا ما در سنف بعد بازی آشنا میشیم شما همینقدر بدانید که یک واحد دیگه هم برای قوه هست به نام داین دا که از نیوتن کوچکتر هستند خب شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما خلاص شد ما در این درس قوه را یاد گرفتیم اثرهای قوه بر روی اجسام با هم دیگه بررسی کردیم واحد قوه را هم یاد گرفتیم خب پل ارتباطی ما و شما با شماره واتساپ 20964 780 255 40 13 می باشه که شما می توانید سوالات خودتان نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتان را برای شما را برای ما روان کنید تا جلسه بعد همه شما عزیزانم به خداوند منان من میسپارم خدا نگهدارتان